سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. امروز چهارشنبه 17 می 2023، ما در ادامه سفر چند روزمون به شهر نیویورک، امروز اومدیم به یکی از قدیمی ترین و معروف ترین نمادهای این شهر یه بازدید داشته باشیم. امپایر استیت بیلدینگ هستیم که میخواییم بدیم اون طبقه بالا، طبقه 86 و از اون بالا شهر نیویورک رو دوباره یک نگاهی کنیم، ببینیم چه خبره. قبل از این که وارد بشیم یه نمایشگاه خیلی کوچیکی از این که چطور این ساختمون عظیم در سال 1930 و طی تقریبا یک سال ساخته شده درست کردن، چه مشکلاتی چه مشقاتی سال 1930 بوده که بتونن این ساختمون رو بسازن، و حالا من توی ویدیو بهتون نشون میدم و حالا بعدش میخوایم بریم بالا که بیشتر با فضای این ساختمون عظیم و قدیمی آشنا بشیم. همراه من باشید. فقط قبل از این که ویدیو رو ادامه بدم، چون خیلی دوستان ازم میپرسن اینجا ما ورودی جنرال ادمیشن چون توقعی بالاتر هم داشت، حالا ما دیگه تصمیم گرفتیم که فقط چون رفته بودیم The Edge که ویدیوش رو گرفته حتما باید ببینید. جناحت میشه طبقه 86 و تقریبا بلیتش هر نفر $47 آمریکا بود. با من همراه باشید. صفحه هر جایی که چیز بکنی اگر به داخل اینا به شما لایوش نشون میده که مثلا اونجا چطوری میده. من سعی میکنم نشونتون بدم، مثلا یک برج مراقبت بوده، اگر بینم اینجا خیلی خوبه. واقعا آمریکا توی انترتینمنت به غایت حرف اول رو میزنه و شما همه جا میتونید ببینید که چقدر سعی میکنن بالاخره حالا هر نوعی که هست به یه نوعی مردم رو سرگرم بکنن و تشویق بکنن که حالا به اون قسمت سر بزنن و نگاهی بدن. ما در ادامه این که داریم میریم به سمت آسانسور که بریم بالا، تو قسمت‌های مختلف دارن توضیح میدن چه فیلم‌هایی اینجا ساخته شده، حالا چه سلبریتی‌هایی اومدن اینجا عکس‌های حالا مدلینگ یا فوتوژنیک حالا هرچی اینجا بندازن، سلبریتی‌ها، ورزشکارها، خواننده‌ها، سر افراد مشهور از سر تا سر دنیا. به باور سازنده ها و هنرهای این برج بسیار بلند و معروف، برج امپایر استیت بیلدینگ، معروف ترین برج دنیاست. تقریبا هر سلبریتی و هر آدم مشهوری دلش میخواد که یک عکس یادگاری از این برج برای خودش داشته باشه. خب ما داریم میریم کم کم به سمت
آسانسور تا ایشالا بریم بالا. و هوا یه کوچولو امروز سرده، ما هم دیروز سرماخوردگی ملو داشتیم، خداشو که امروز بهتریم. We are actually together. Okay, wait over there, guys. All together. Okay. Keep it together, folks. خب ما منتظر آسانسور باشیم تا شلو بریم. Get those planks out of the way, huh? Hey, grab it. Hey, 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 watch it. We're coming up here. Hey, fellas, grab it. They're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. قبلی اون ساختمونی که مستقیم میبینید یه بالکنی بیرون ازش هست، اونجا بودیم به نام دیج و رامانی به این سمت و یه مقداری پایین تر داریم از امپایر استیت بیلدینگ. شهر نیویورک رو دوباره میخواییم تماشا بکنیم. واقعاً شهر نیویورک شهر زیبا و حسابی گیراست. واسه آدم رو بچوری درگیر خودش میکنه. به شخصه میتونم بگم هر چیزی که راجع به نیویورک شنیده بودم رو سهه گذاشتم برش با سفر به این شهر. نهایت زیباست. خب ما قبل از اینکه با طبق بریم طبقه 86م باید طبقه 80م که داخل یه سالونه که میتونیم شهر نیویورک رو ببینیم. World Trade Center. Yeah.
شما ببینید این شهر چقدر داستان، چقدر قصه. شاید برای دونه دونه از این ساختمونا وجود داره. چقدر تجربه، چقدر زندگی، خیلی واقعا. بسیار میگم متحیر و شاید دروغ اقراق نماشه بگم بوه زده شدم از زیبایی جذابیت این شهر. خدمت شما عرض کنم که همینطور که ما به هر نوعی میریم و شهر نیویورک رو سر میزنیم به قسمت های مختلف، از حالا از بالا، از پایین، از سطح خیابون، من چیزی که به شخصه برای خودم خیلی جالبه، خیلی جالبه و خیلی اپریشیت میکنم نسبت به حالا استرالیا که جایی هست که زندگی میکنم، اینه که چقدر اینجا همه چیز پذیرفته شده است. یه حسی خیلی شبیه لندن من دارم، شاید بیشتر، نسبت به اینکه چقدر همه چیز پذیرفته شده است، چقدر شما به عنوان یک آدم پذیرفته شده این، چقدر تنوع نژادی، تنوع فرهنگی وجود داره، چقدر همه چیز میکسه، بلند شده. شما مثلا یه خیابون داری محله چینی هست، یه خیابون محله ایتالیایی هست، یه خیابون، و اینا همه در کنار همدیگه هستن و این چیزی که مثلا ما در استرالیا خب نداریم هنوز متاسفانه، اون چند فرهنگی که همه چیز با هم کنار هم بیان رو هنوز توی استرالیا نداریم. ولی توی نیویورک، توی این شهر، من توی این چند روز انقدر برام جالب بوده که شما راحت میتونید برید با مردم صحبت کنید، و کاری که ما خیلی کردیم، رفتیم صحبت کردیم، حالا به هر بهونه مختلف هاتیم حرف زدیم، اونا گفتن، خندیدن. من یک حسی که فکر میکردم اینه که بالاخره به خاطر شرایط اقتصادی دنیا که شاید خیلی اوضاع خوبی نداره در سال 2023، شاید مردمی مقداری حالا به خصوص در آمریکا بعد اونق باشن، یه مقداری تو خودشون باشن، ولی نه، همه جا دوستانه، همه جا خیلی خوب. یه مشکل دیگه که بود، یعنی حس میکردم باید نگرانش باشم، بحث امنیت بود، خیلی فکر میکردم که باید حواسم باشه کجا میرم، کجا میرم، تو موقعی میرم، ولی خب خدا رو شکر این چند روز که هیچ مشکلی پیش نیومده. با من همراه باشین، بازم براتون از این امپایر استیت بیلدینگ خواهم. خب ما وارد طبقه 86 شدیم، همون بالکن خیلی معروف. فکر میکنم خیلی باد باشه چون هوا امروز کم هم خنکه، ولی گفتم که سعی بکنم یه ویدیو هم از قسمت بالا حتما از شما، برای شما عزیزان تهیه بکنم و امیدوارم که لذت ببرید. Thank you.
خب امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. ما اومدیم پایین و داریم از ساختمون امپایر استیت بیلدینگ خارج میشیم. گفتم که با یک خداحافظی این ویدیو رو به پایان برسونم. امیدوارم که هر جا هستین شاد و سلامت و موفق و پیروز باشین. حتما ببخشید ما یه مقدار سرما خوردم، ولی امیدوارم که همراه من باشید، ویدیوهای من دنبال بکنین و خلاصه ببینیم که کجاهای آمریکا قراره بریم و سعی میکنم منم برای شما باز هم ویدیو حتما تهیه بکنم. خیلی ممنونم شما عزیزان رو تا ویدیوی بعدی از آمریکا و شهر نیویورک به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.